وحشت از پیامدهای سیل ویرانگر و نگرانی از انفجار اجتماعی باندهای رژیم را در بحران تقسیم تقصیر وارد کرده است. آخوند روحانی سپاه را مقصر سیل معرفی می کند و گماشته های خامنه‌ای در جمعه بازارها صحبت از نبود مدیریت در دولت می کند. این دعوا موجب وحشت برخی مهره‌های رژیم شده و به یکدیگر هشدار می دهند که دعواهای باندی ممکن است سوخت آتش قیام مردم شود. شیرزاد عبداللهی یک کارگزار رژیم در وحشت از براندازان به هر دو باند حاکم هشدار داد. وی گفت اصولگرایان به ناکارآمدی دولت تاختند، رقیبانشان سپاه را نشانه گرفتند. اپوزیسیون برانداز کل حاکمیت را زیر سوال برد. این کارگزار رژیم در ادامه افسوده است اصولگرایان به هلال احمر حمله می کنند و رقیبانشان سپاه و براندازان همه نهادهای امدادرسان را فشل و بی‌خاصیت اعلام می کنند. این وضع باید تغییر کند. حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی آخوند روحانی به پاسدار جعفری و آخوند روحانی در مورد پیامد دعوای تقسیم تقصیر سیل هشدار داد و نوشت هنگام قایق سواری درباره شکافتن جاده و مدیریت سیلاب تصمیم نگیریم و آن را منتشر نکنیم. هنگام سخنرانی با پخش زنده از نقد مستقیم اقدامات انجام شده پرهیز کنیم. اختلافات خود را در جلسات کارشناسی و تصمیم گیری حل کنیم. مردم را در هنگامه بحران از تدبیر مسئولان دل سرد نکنیم. سعید حجاریان تئوریسین باند مغلوب نظام نیز هشدار داد غیر مترقبه بودن و پایش نشدن در طبیعت به سیل خیابانی و در سیاست به حضور توده‌ای می انجامد. وقایع دی ماه 1396 شاهد این مثال است. چنانچه پیش از آن نقاط بحرانخیز و عوامل بحرانزا و همچنین مطالبات معوق شناسایی می شد، اعتراضات دی ماه قابل پیش بینی و مدیریت بود. پایش نشدن و تبعات را می توان به انقلاب اسلامی نیز تعمیم داد. شاه تا مقطعی نسبت به آنچه در لایه‌های زیرین جامعه می‌گذشت بی اطلاع و یا بی تفاوت بود تا زمانی که یک بار اعلام کرد صدای انقلاب شما را شنیدم. آخوندشکام نماینده خامنه‌ای در شیراز در جمعه بازار 9 فروردین در این شهر نسبت به خط و نشان کشیدن‌های تلویزیون و قضائیه رژیم هشدار داد و گفت زیرنویس تلویزیون شده بود اینکه کسانی که باعث دغدغه خاطر و اختشاش مثلا روحی میشن در جامعه اضطراب ایجاد میکنن به عنوان جرم پیگیری خواهد شد. نباید این کارها رو بکنن. بعضی چیزها انتشارش باعث فتنه میشود. هر کسی نباید به خودش حق بدهد هر چیزی را فوری به قول خودشون میگن فوروارد کردیم نه این نقش غلط را برای خودمون ایفا نکنیم. رسانه‌ای که در اوجی که مردم گرفتارن قضا برای رسانه‌های بیگانه بارگی درست بکنه این خیلی کار بدی هست. تلویزیون رژیم در خوزستان هنگامی که مشغول پخش جمعه بازار اهواز و وعده درمانی‌های آخوند حیدری بود به چنگ و دندان نشان دادن روی آورد و به نقل از فرمانداری اهواز برای مردمی که اطلاع رسانی می کنند خط و نشان کشید و در زیر نویسش نوشت این فرمانداری از افرادی که با شایعه سازی قصد ایجاد ناامنی و تشویش اذهان عمومی دارند حق پیگیری را برای خود محفوظ می دارد.